که زنا باشن تو اون انقلاب نقش بزرگی داشتن. ولی بعد از انقلاب واقعیتش اینه که رژیم جمهوری اسلامی کمر نابودی و ایدئولوژی کردن همه مسائل جامعه رو به کمر بست، خصوصا در مورد نسلی که فکر میکرد که در واقع میتونه اونو یک نسل ایدئولوژیک بار بیاره، ایدئولوژیک مذهبی و نسل جوان. به همین خاطر در مورد ورزش هم که یکی از ابزارهای اجتماعی، قطعا همین عملو بر سر ورزش هم آورد و برای سالها ورزش رو به نابودی کشید. چون اصلا یه واقعیتی اگه در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی حالتی داره یا حاکمان جمهوری اسلامی هیچ چی رو برای جامعه، هیچ چیز مدرنی رو نمیخوان. واقعیت اینه که اینا به عصر در واقع 1400 سال پیش خودشون نگاه دارن. اما به خاطر اینکه جهان در حال پیشرفته، بلتب مجبور میشن خودشون وقتی یه اتفاقی میفته وارد جریان بشن. به همین خاطر اگر امروز در مورد خصوصا ورزش فوتبال میبینیم که یه مقدار رژیم خودش درگیر شده، به این خاطر که به ناچار ورز فوتبال هم مثل همه چیز مسائل جامعه به جلو رفته. به همین خاطر در یک کلمه میتونم بگم که این انقلاب در واقع نه تنها برای هیچ مسائل دیگه، خصوصا برای ورزش، کاری انجام نداده. آنچه که امروز هست در واقع غیرت و روحیه و علاقه خود مردم و جوانای ماست که به خاطر پیشرفت ارتباط جمعی با جهان سر و کار دارن. طبیعی است که ورزش یکی از سالمترین در واقع ابزارهای اجتماعی انسان سازه و متاسفانه رژیم نشون داده که برنامه خاصی هم تو این زمینه متاسفانه نداره. پری جان، همیشه گفتنی بود که